چهار علت اصلی آسیب دیدن موها. شده موهاتون در زمان دست دادن به اونها یا حتی حرکت دادن انگشتا لابلای موهاتون درد بگیره؟ اگه اینطور بوده بدونید که تنها نیستین. به طور کلی احساس درد توی موها چیز عجیبی نیست و برای خیلی از افراد رخ میده. موخوره و به دنبال اون ایجاد آسیب شدیدتر و ریزش مو از بیشترین دلایل مراجعه بیماران زن و مرد به پزشکان هستش. بنابراین بهتره علل آسیب دیدگی مو رو بشناسین تا از ایجاد اون پیشگیری کنید. همراهان تکسون تیوی سلام. وقتی که در حال زیباتر کردن موهای خودمون هستیم معمولا کارهایی انجام میدیم که باعث آسیب دیدن مو میشن. موهای آسیب دیده نازک و شکننده میشن و به همین دلیل شکسته میشن. توی این ویدیو میخواییم به بررسی چهار علت اصلی آسیب مو بپردازیم. ولی لطفاً قبلش کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنید. شماره 4. شوره سر. وقتی که سر شما پر از شوره میشه احتمالاً بیشتر از حالت عادی توی پوست سر خودتون احساس درد میکنید. دلیل این امر اینه که شوره سر بر اثر میزان بالای مخمر بر روی پوست سر ایجاد میشه. این افزایش بیش از حد مخمر باعث التهاب در پوست سر شده و منجر به قرمزی، پوست پوست شدن، خارش و در موارد شدیدتر درد میشه. برای رفع این مشکل از شامپوهای مناسب برای شوره که حاوی روی پاراتیون هستن استفاده کنید. این شامپوها به کاهش میزان مخمر توی پوست سر کمک کرده و التهاب رو هم کاهش میده. شماره 3. برس زدن بیش از حد و غلط. برس زدن در حد معمول اشکالی نداره و برای پاک کردن آلودگی و گرد و غبار و همچنین پخش کردن چربی پوست در تمام سطح موها و همین که باعث ایجاد ظاهری آراسته میکنه مفیده. اما در صورتی که موها بیش از حد برس زده شن و یا موهایی رو که داخل هم فرو رفتن به شدت به وسیله برس بخوایم جداشون کنیم و یا اینکه موها رو برخلاف جهت به وسیله یه برس نوک‌تیز شونه بزنیم باعث آسیب دیدگی موها میشه. شماره 2. اگزما. اگزما به حالتی گفته میشه که سد پوستی اونطوری که باید کار نمیکنه و باعث ایجاد ترک توی لایه بیرونی پوست میشه. این امر منجر به از دست دادن رطوبت و ایجاد التهاب میشه و میتونه منجر به خارش، ناراحتی یا درد شه. برای درمان اگزما ابتدا پوست رو توسط روغنهای مرطوب کننده مرطوب کنید و سد پوستی رو ترمیم کنید. دوش 10-15 دقیقه‌ای با آب گرم میتونه احتمال افزایش خشکی پوست سر رو کاهش بده. استفاده از شامپوهای ملایم که چربی طبیعی پوست سر را از بین نمیبرن هم میتونه به حفظ رطوبت پوست کمک کنه. شماره 1. چربی اضافه. ما به طور طبیعی تعداد زیادی غدد چربی توی پوست سر خودمون داریم و اگه موها رو به طور مرتب شستشون ندیم چربی زیادی بر روی پوست سر و موها جمع میشه. این چربی اضافه نه تنها باعث چرب شدن موها میشه بلکه میتونه باعث ایجاد خارش هم بشه. حالا قسمت بد ماجرا اینه که خارش پوست سر میتونه باعث ایجاد مشکلات بعدی شه و خاروندن پوست سر از رایج‌ترین عوامل آسیب دیدن مو هستش. حالا شما به ما بگید چه دلایلی وجود داره که باعث خشکی بیش از اندازه موها میشه؟ بیاین لطفاً برامون از شامپوهایی که راضی بودین و استفاده میکنین بگین. خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنین و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و به دوستانتون معرفی کنید. ممنون که با ما همراه بودین.